سلام به همگی. فیلمی که امروز بررسی می‌کنیم یه فیلم ترسناک و هیجان انگیز محصول سال 2017 از کشور اسپانیا است. به اسم بار. در شروع فیلم اما رو می‌بینیم که وارد یه بار میشه تا یه چیزی بخوره. یه مرد از اونجا بیرون میره و در همین لحظه صدای شلیکی به گوش میرسه. مرد میفته روی زمین. مردم ترسیدن. مشتری‌ها از داخل مغازه به خیابون نگاه میکنن تا ببینن چه خبره. الکس متصدی بار خودشو به تلفن میرسونه. میخواد به پلیس زنگ بزنه اما موفق نمیشه. یه نفر میبینه مرد تیر خورده تکون میخوره. میره بیرون تا نجاتش بده اما اونم با شلیک تیر میمیره. مشتری‌ها وحشت‌زده پناه میگیرن. فقط یه فرد دیوانه به اسم استیو نمیترسه. زن صاحب مغازه ازش میخواد که پناه بگیره. تلفن‌ها آنتن نمیدن. بعد تلویزیون رو روشن میکنن و متوجه میشن اوضاع عادیه و هیچ کانالی گزارش خاصی پخش نمیکنه. در همین حین جک میبینه استیو خودشو خیس کرده. لوسی نگاهش به بیرون میفته و متوجه میشه جنازه‌های بیرون نیستن. حتی رد خون هم پاک شده. هر کسی چیزی میگه. بعضیا فکر میکنن خیالاتی شدن. یکی میگه آدم فضایی اومدن. جک میگه شاید پلیسا دنبال تروریستا هستن و به هر کی شک دارن شلیک میکنن. در همین لحظه تام یواش با پاش کیفو پنهون میکنه. جک اونو میبینه و فکر میکنه یه بمب داخل کیفه. چند نفر تام رو میگیرن و بقیه کیفو باز میکنن. تو کیف فقط چند تا لباس و یه هارده. اون میگه توی هارد اطلاعات شرکتشه. اما باور نمیکنه و هارد رو میشکنه. تام ناراحت میشه و ازشون میخواد به وسیله جک هم نگاه کنن. اون دوست نداره کیفشو باز کنه و درگیر میشه. اینجاست که یه پلیس بازنشسته اسلحه‌شو بیرون میاره. استیو کیفو برمی‌داره و بازش میکنه. داخلش به غیر از وسایل شخصی چیزی نیست و همه خیالشون راحت میشه. در همین حین یه صدای از توالت میاد. زن صاحب بار یادش میاد یه نفر رفته داخل و هنوز بیرون نیومده. انگار یه اتفاقی افتاده. درو میشکنن و میبینن یه آقا اونجا افتاده و داره درد میکشه. اما سعی میکنه کمکش کنه. یه سرنگ اونجا افتاده. از گوش مرد خون میاد. در همین لحظه یه ماشین نظامی میاد و همه خوشحال میشن. اما نیروها به اونا بی‌توجهن. چند تا لاستیک روی هم میزنن و آتیش میزنن و میرن. یه خبر فوری در مورد دود و آتش سوزی در مرکز شهر مادرید پخش میشه. اونا که حسابی شوکه شدن میگن دروغه و آتشی در کار نیست. مرد از توالت بیرون میاد. صورتش وحشتناک شده. در حالی که گوشیش توی دستشه میفته روی زمین. میخوان کمکش کنن اما میگه به هم دست نزنید و میمیره. از روی تلفنش میفهمن که یه افسر بوده و عکساش رو توی لباسای حفاظتی میبینن. فکر میکنن که اون حامل یه ویروس خطرناک بوده. برای همینه که هر کسی بیرون میره به شلیک میشه. زن صاحب بار داد میزنه که کیا جنازه رو لمس کردن. مرد پلیس اسلحه‌اش رو بیرون میاره و اونا رو با تهدید جمع میکنه توی زیرزمین. فقط جک، پلیس و زنه توی مغازه میمونن. لوسی که از موندن توی زیرزمین خسته شده سعی میکنه بره بیرون. در همین حین شیشه های نوشیدنی ها میافتن و میشکنن و اونا متوجه یه چای فاضلاب میشن. استیو تصمیم میگیره از دریچه بره بیرون. لباسشو در میاره و به خودش روغن میماله. بقیه هم کمک میکنن اما دریچه خیلی تنگه و گیر میفته. در این لحظه از بالا صدای پا و تیر میشنون. مطمئنن سه نفری که بالا بودن و کشتن. تام سری لامپو خاموش میکنه. همه ساکت میشن. دود از سقف پایین میاد. پلیسا مغازه رو آتیش زدن. بعد استیو رو بیرون میارن. جلوتر لوسی میخواد دریچه رو باز کنه اما اینقدر داغه که دستاش میسوزه. بعد تام موفق میشه دریچه رو باز کنه. بالا همه چی داغون شده و نیروهای ارتش خیابونا رو بستن. تام اسلحه پلیس رو پیدا میکنه. اما گوشی افسر رو برمی‌داره و آخرین پیاماشو میخونه. میفهمن که اون توی توالت به خودش یه واکسن زده و متوجه میشن هنوز 4 تا واکسن دیگه باید باشه. اما اگه واقعاً واکسن به خودش زده چرا افسر مرده؟ تام میگه شاید اون دیر به خودش تزریق کرده.
سراغ جنازه میرن، چیزی پیدا نمیکنن. در همین حین استیو 4 تا واکسن دیگر رو پیدا میکنه، اما مشکل اینجاست که اونا 5 نفرن. یکیشون پیشنهاد قرعه کشی میده، بقیه میگن دوز واکسن ها رو کم کنیم تا به همه برسه. این وسط استیو یه واکسن به خودش میزنه. تام که حسابی عصبانی شده بهش حمله میکنه و درگیر میشن. لوسی واکسن ها رو بر میداره، اما از دستش میفتن توی راه فاضلاب. اونا تصمیم میگیرن لاغرترین فرد که ما هست و بفرستن پایین تا واکسن ها رو بیاره. اون به سختی وارد کانال میشه و واکسن ها رو پیدا میکنه. اما بهشون میگه اگه واکسن میخواین باید همگی بیاین پیش من. بعد از این دریچه پلیس ها رو تو خیابون میبینه و واکسن ها رو همونجا قایم میکنه. همگی تلاش میکنن دریچه رو بشکنن و برن پیش اما. اونجا تام با استیو درگیر میشه و توی آب میفتن. کمی بعد خودش تنها بالا میاد و ظاهراً استیو مرده. تام از اما میخواد که واکسن بهش بده، اما دختره قبول نمیکنه. اونا هنوز 3 تا واکسن دارن و 4 نفرن. تام میخواد الکس رو بکشه، اما از این کارش منصرف میشه. وقتی 3 تایی دنبال اما میرن تا واکسن رو پیدا کنن، صدای افتادن یه نفر توی آب میاد. تام با شلی کردن فضا رو روشن میکنه. لوسی در تلاش الکس رو خفه کنه. تام نجاتش میده و میخواد لوسی رو بکشه، اما دلش میسوزه واسش و این کارو نمیکنه. در ادامه لوسی تفنگو ازش میگیره و بعد صدای شلیک میاد. اما واکسن رو پیدا میکنه و حالا واکسن برای هر 3 نفرشون هست. قبل از اینکه واکسن رو تزریق کنن، صدایی میشنون و صدا رو دنبال میکنن. اینجاست که مشخص میشه استیو نمرده و از پشت بهشون حمله میکنه. الکس رو با یه میله میکشه. تام و اما فرار میکنن. اون میفته دنبالشون. در همین حین یه راهی به بیرون پیدا میکنن. باید از نردبون بالا برن، اما واکسن اما میفته پایین. به سختی خودشو به دریچه خروجی میرسونن. دریچه گیر کرده. استیو به تام میرسه. تام که دیگه ناامید شده واکسنشو میده به اما و بعد هر دو تا مرد به پایین میفتن و میمیرن و از آدمای توی بار فقط اما زنده میمونه. اون واکسن رو تزریق میکنه و از پشت بخش بسته شده خیابون میاد بالا. همه با تعجب از کنارش رد میشن و اینجا فیلم تموم میشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.